هرچی بیشتر به اعتقادم نزدیکتر می شدم، سوالاتم بیشتر می شد. احساس می کردم نیروی قوتی منو هدایت می کنه به بهتر شدن. سلام عرض میکنم، اسم من نیمان عسکری است. در جنوب کشور بزرگ شدم، در شهر اهواز، و 28 سال سن دارم. در خانواده ای نچندان مذهبی به دنیا آمدم و بزرگ شدم. خیلی مشتاق دیدن خدا بودم، مشتاق دونستن بیشتر راجع به خدا بودم، بیشتر بتونم به خدا نزدیک بشم، و همین باعث شد که بیشتر دنبال این موضوع برم. تا اینکه حتی بزرگتر که شدم این در من بیشتر شد، و یادم میاد توی مدرسه از بین تمام کلاسا تعلیمات دینیم نمره از همه بهتر بود. این مسئله اعتقاد من حتی بین دوستام هم زیاد طرفداری نداشت، چون بچه‌هایی که با هم دیگه بزرگ شده بودیم بیشترشون اعتقاد مذهبی نداشتن، یا اگر کسی هم داشت تازه مسخرهش میکردن. ولی خب برای من مهم بود که من با خود رابطه داشته باشم، و حتی زمانی که به سن بلوغ رسیدم شروع کردم نماز و روزه رو نگه داشتن و ادامه میدادم، و همیشه یادم میاد که ما رمضون رو 5-6 روزم زودتر شروع میکردیم که ثوابش بیشتر بشه، و اینجوری بزرگ شدم. تا اینکه به دبیرستان رفتم، با افراد روحانی تری شروع کردم وقت گذاشتم، با افرادی که اونا هم مثل من دیدگاهشون دیدگاه خدا رو بیشتر شناختم بود وقت گذاشتم، و تونستم بیشتر با اعتقاد خودم آشنا بشم. ولی هرچی بیشتر به اعتقادم نزدیکتر می شدم، سوالاتم بیشتر می شد. سوالات من تو ذهنم میرفت و میومد، ولی تعصب من و ترس من باعث میشد که حتی اونا رو با کسی در میون نذارم. تا اینکه با یک معلم دینی خیلی نزدیک شدم و سوالاتم رو جواب میدم. یه روز رسیدیم به یه جایی در سوال پرسیدن ها که معلم من برگشت به من گفتش که تو بیشتر از حدت میخوای بدونی، و خدا همه چیزو نمیتونه به ما بگه، خیلی اسرار هست که برای ما نیست. و این توی ذهن من نیمه داری نابجا بود. اگر اسرار نوشته شده بایستی برای من و شما باشه. در سن 16 سالگی بود که اولین بار راجع به مسیح به غیر از اونی که توی کتاب خونده بودیم یا به اون گفته بودن شنیدم، و این از طریق همسرم شنیدم، که البته موقع همسرم نبود، در سن 16 سالگی ازدواج کرده بودم. ولی خب این پیغام رو شنیدیم، و یادم میاد که با اینکه ایشونو خیلی دوست داشتم در اون سن 16 سالگی، علاقه خاصی نسبت بهش داشتم، ولی برخورد خیلی بدی باش کردم، و خاطرم میاد که بهش گفتم که من اصلا با تو دیگه نمیخوام حرف بزنم، چون تو مسیحی هستی من دیگه حرف با تو ندارم. یادم میاد که از طریق یه دوست برای اولین بار به کلیسا دعوت شدم. از روی کنجکاوی اینجوری بگم تصمیم گرفتم برم به کلیسا. در ذهن خودم این عذابو داشتم که جای نجسی میخوام پا بذارم، ولی خب کنجکاوی خیلی بیشتر فشار میآورد. تصمیم گرفتم برم کلیسا رو ببینم. تو قلبم گفتم که من برم این کشیشو به راه راست هدایت کنم. پس با این امید رفتم و با این دیدگاه رفتم تا بتونم کشیش کلیسا رو و هر کی که دور برم میتونم پیدا بکنم و به دین خودم برگردونم.
اول بار که وارد کلیسا شدم خیلی شکش با اونی که تلویزیون دیده بودم یا تو ذهنم تصور کرده بودم فرق میکرد. خیلی ساده بودن و افرادم مثل افراد معمولی. و بعد از چند لحظه شروع به ستایش و پرستش خداوند کردن با خوندن سرود. به هر حال پرستششون تموم شد، همه نشستن و واقعا مشتاق بودم که کشیش کلیسا رو ببینم، که نفر از همون جلو که خیلی قیافه عادی داشت و من فکر نمی‌کردم که ایشون کشیش باشه، فکر می‌کردم کشیش از ته سالن وارد میشه با یه شرایط خاصی. ایشون همونجا نشسته بودن روی صندلی و پاش شدن پشت منبر ایستادن و به همه خوش آمد گفتن و شروع کردن به خوندن کلام خدا. بعد از تمام شدن جلسه، با اینکه همدیگه رو تا حالا ندیده بودیم هیچ کدوم از افراد اونجا رو، ولی با دلی بسیار باز و با صورتی بسیار شاد به من خوش آمد گفتن و خوشحال شدن که در بینشون هستم. کشیش کلیسا جلو اومد با من دست داد به من گفت من میدونم که تو سوالات خیلی زیادی داری. و خیلی برام جالب بود که این کشیش این حرف رو زد، ولی خب هنوز توی اون فکر خودم بودم که کشیش رو به راه راست هدایت کنم و به دین کامل راهنماییش کنم. کشیش کلیسا به من کتاب مقدس داد. اولین بار بود که کتاب مقدس رو دستم میگرفتم. خوشحال بودم از اینکه خب هدیه گرفتم. از اونورم میترسیدم که این کتاب رو خودم ببرم، چون شنیده بودم که ممکنه عذابای سختی وارد خانواده‌ام بشه. چند وقت بعد از اون با دوستی دیگه آشنا شدم و این دوست مسیحی بود. توی قلبمون میدونستیم که ایشون یه چیزی پیدا کرده که اینقدر شاد و خوشحاله و اینقدر آزاده. بیروز با این شخص که صحبت میکردیم کتابی به من داد به نام در جستجوی حقیقت. بعضی چیزها در این جزوه برای من جالب بود. این اولین بار بود که من شنیدم که مسیحا به چی اعتقاد دارن و خیلی توی همون کلیسا و صحبت‌های دوستم به این موضوع خیلی تاکید می‌کردن که مسیح برای آموزش گناهان اومده. مسیح اومده تا هر گناهی که تو زندگیتون هست اونو پاکش بکنه و عوض بکنه. و با اینکه خیلی چیز خوبی بود، اما به خودم میگفتم من که فکر نمی‌کنم گناه خاصی کرده باشم، من دزدی که نکردم و خودم خیلی آدم کاملی می‌دونستم و میگفتم من احتیاج به مسیح ندارم. فرصت دوباره پیش اومد تا با کشیش کلیسا ملاقات دیگه داشته باشیم. کشیش کلیسا سوالی از من پرسید و من گفت برو راجع به این سوال فکر کن. از من پرسید که آیا با اون اعتقاداتت، با اون چیزی که بهش ایمان داری، با اون چیزی که پذیرفتی و سالها داری تمرینش میکنی، آیا اگه من و تو الان در حال حاضر با هم دیگه از این دنیا بریم، آیا تو ایمان داری که وارد ملکوت خدا خواهی شد یا نه؟ با اینکه خب جوان بودم، معمولا جوان که هستی زیاد ترس از هیچ چیزی نداری، ولی ترس از مرگ از همون روزا با من بود که اگه من مردم این قبر به هم نزدیک میشه و میگفتن شیری که در کودکی خوردی از گوشات بیرون میاد. خیلی داستان اینجوری شنیده بودم و میترسیدم، ولی جزو اعتقادات من بود. و این سوال کشیش که از من پرسید اگه الان بمیری به کجا میری، برای من خیلی بزرگ بود. سعی میکردم بهش فکر نکنم چون جوابی نداشتم و سعی کردم به سمت افرادی برم که بهشون نگاه میکردم در اعتقاداتم و سعی کنم جواب از اونا بگیرم. تمام جوابایی که شنیدم نتونست منو به یه جوابی برسونه که برگردم به کشیشی کلیسا بگم که من اینجا میرم. و در یه حالت بلا تکلیفی خاصی قرار گرفته بودم. با کشیش کلیسا بیشتر صحبت کردم و از من جواب سوالم خواست که اگر من بمیرم به کجا میرم؟ آیا اعتقادات من میتونه منو به جایی که اون میره ببره؟ و خیلی ساده بهش گفتم که نمیدونم و مطمئن نیستم. کشیش کلیسا با یه اعتماد خاصی گفتش که مسیح میگه که با پذیرفتن من به عنوان فدیه
برای گناهانتون شما میتونید فرزند خدا خونده بشید و وارد ملکوت خدا بشید. کشیش کلیسا انجیل یوحنا رو باب 3 آیه 16 رو برای من خون. این گفت زیرا خدا جهان را انقدر محبت نمود که پسر یگانه خدا فرستاد تا هر کی بر او ایمان آورد حیات جاودانی یابد. این جمله خاطرم میاد که روز و شب تو سر من میرفت و میومد و این اولین جمله بود که من از کتاب مقدس حفظ کرده بودم و جایی که میرفتم اینو با دوستانم در میون میذاشتم و بعضی تعصب نشون میدادن ولی برای بعضی ها تازگی داشت مثل خود من. یادم میاد هر موقع از کلیسا برمیگشتم غسل میگرفتم چون میگفتم جای نجسی بودم و غسل میگرفتیم که تمیز بشیم. اما بازم برام جالب بود که برم اونجا. بازم چیزایی میشنیدم که احساس میکردم یه معنی دیگه میده. با اینکه ایمان داشتم که کتابشون تحریف شده است اما کتابشون پرمعنی تره. این برای من خیلی جالب بود و همین اشتیاق و همین زیبایی باعث شد که من بیشتر سعی کنم کلیسا برم و بیشتر بدونم. و یه روز یادم میاد که با اینکه زیاد اهل گریه نبودم اشکای خودم رو نمیتونستم نگه دارم و اون روز کشیش برای من توضیح داد که چرا ما زیر بار گناه هستیم، چجوری اسیر گناه هستیم و تا زمانی که آزاد نشیم نمیتونیم وارد ملکوت خدا بشیم. و اون سوالی که از من پرسیده بود به یاد من آورد که من گفتش که یادت میاد چرا بهت گفتم من میتونم وارد ملکوت خدا بشم؟ چون خون مسیح میتونه منو پاک کنه و من میتونم وارد ملکوت خدا بشم. برای من خیلی جالب بود که اینقدر ساده میتونیم وارد ملکوت خدا بشیم. تصمیم گرفتم که این دفعه جدیدتر راجع به زندگیم فکر کنم، راجع به مرگم، راجع به بعد از مرگم. و اینجا بود که تصمیم گرفتم با اینکه خودم رو مؤمن حساب میکردم، با اینکه خودم رو بیگناه حساب میکردم، سعی کنم به یاد بیارم کی هستم. و خیلی چیزا در اون لحظه تو ذهن من اومد، چیزایی که شاید تو قلبم مخفیشون کرده بودم یا انکارشون میکردم و موقع به یاد آوردم. بدون تعصب سعی کردم فکر بکنم راجع به خودم. اون روز قلبم رو باز کردم و مسیح رو تو قلبم پذیرفتم و از مسیح خواستم مسیح اینجوری که این کشیش میگه وارد قلب من بشو و اونجوری که میگن تو میتونی زندگی ما رو عوض کنی مال منم تبدیل کن. بعد از دعا تمام مسیر رو پیاده برگشتم. مسیر تقریبا طولانی بود اما تصمیم گرفتم پیاده برگردم و به این کاری که کرده بودم فکر کنم. در درونم خیلی شاد، سرحال و مثل این مون که آدم کارنامه‌اش گرفته باشه، نمرات خوب داخلش باشه یا یه خبر خیلی خوشی داشتم و دوست داشتم هر کی رد میشد بگیرمش بگم من چی کار کردم، بگم توبه کردم، راستی من بخشیده شدم، من اگر الان بمیرم میرم ملکوت. ولی ترسی هم در این حال داشتم که چجوری میتونم به بقیه این موضوع رو بگم. بین ترس و شادی گیر کرده بودم تا اینکه به دوستم تماس گرفتم و دوستم خواستم که کمکم کنه تو این قسمت. دوست من از من پرسید که اگه مسیر رو پذیرفتی اجازه بده ترسات هم مسیر برداره، به مسیح اعتماد کن. اگه دست مسیر رو دیدی که به سمت دراز شده اونو دو دستی بگیر و اونو رها نکن و خیال راحت باشه که مسیح دست تو رو رها نمی کنه و مسیح تمام بار گناهان تو رو برداشته، تمام دردهای تو رو برداشته. چجوری ممکنه تو رو تنها بذاره با ترسات؟ کار مسیح تبدیله، کار مسیح برداشتن ترس هاست، کار مسیح آزادیه. و بعد از اون دعا دوباره به کلیسا برگشتم و اون کتاب سرود رو که بقیه ایماندارا با همدیگه میخوندن و شروع کردم خوندن و
کلمات اون سرودها برای من یه معنی دیگه میداد. دیگه با عینک ترس به اونها نگاه نمیکردم. دیگه با فیلتر تعصب بهشون نگاه نمیکردم. دیگه با دیدگاه این که من کامل بودم به اونها نگاه نمیکردم. با این دیدگاه رفتم که من امروز در ملکوت خدا جا دارم. و این خیلی برای من شادی خاصی تو زندگی آورده بود. مشکلات زندگی سر جاشون بود، اما یه جور دیگه به مشکلات نگاه میکردم، با یه لبخند خاص، با یک دیدگاه خاص، با یه طرز فکر دیگه. و این حتی برای بقیه خانواده هم جالب بود که چرا ایمان یه جور دیگه فکر میکنه، چرا ایمان اینقدر خوشحاله، چرا اینقدر ایمان نترس شده، یا چرا اینقدر ایمان سعی میکنه که همه رو راضی بکنه، به همه لبخند بزنه. و این موضوع برای خود من هم خیلی قشنگ بود، چون احساس میکردم نیروی قوتی منو هدایت میکنه به بهتر شدن. من در حدود 8-9 ساله که قلب خودم به مسیح دادم و از خیلی از ترس ها تو زندگی آزاد شدم. از بزرگی ترسی که آزاد شدم ترس از مرگ. دیگه ترس نسبت به مرگ ندارم. همون اوایل که به مسیح ایمان آوردم اینقدر در دل من خوشی و شادی اومد که دوست دارم این پیغام رو به همه برسونم. نه که بخوام لشکری از خودمون درست بکنم، ولی از اون که بخوام اون کاری که در زندگی من اتفاق افتاد تو زندگی اونا هم اتفاق بیفته. من ایمان دارم اگر زندگی ما بد خوب میشه، خوب بهتر میشه، و اگر بهتره به عالی میرسه. و مسیح برای تمام افراد برنامه و نقشه خاصی داره، برای اونایی که افتادن و برای حتی اونایی که فکر میکنن خیلی پاک و عادل هستن. از همون موقع تصمیم گرفتم مسیر خدمت کنم و الان من و همسرم نزدیک به 8 ساله که در کلیسا پرستش میکنیم، به جای مختلف میریم و راجع به پرستش خداوند صحبت میکنیم و مردم تشویق میکنیم که بتونن صدای خدا رو بشنون. اگه فکر میکنید توی زندگیتون به مسیح احتیاج ندارید یا زندگیتون خیلی عالیه و خیلی چیزای خوب توش هست و به اعتقاداتتون خیلی خیلی تعصب دارید، تشویق میکنم که راجع به این اعتقادتون و طرز فکرتون دوباره فکر کنید. چون خود منم اینجوری فکر میکردم و در حدی بودم که اصلا میخواستم کسی با هم حرف بزنه، ولی چند لحظه تعصب کنار گذاشتم، مسیح زندگی منو تبدیل کرد.